سلام دارم خدمت تمام شما افغانای عزیز و افغانستانی های محترم. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید خوب و خوش باشید. صبح زیبای شما بخیر. سلام دیگری دارم خدمت تمام فارسی زبانای عزیز، هم زبانای خوبم. امیدوار هستم هم زبانای نازنینم هر جای دنیا هستید در پناه خداوند یکتا بوده باشید. فارسی زبانای عزیز، صبح زیبای همگی شما بخیر. امروز در خدمت شما هستم با داستانی دیگر و امروز با شما هستم با داستانی دیگری از زن افغان که میخواییم رو براتون تعریف بکنم و شما را آگاه بکنم از زندگی های زنهای افغان. پیش از اینکه داستانی زن افغان براتون بگویم، تشکر میکنم از تمام شما بابت کامنت های زیبای شما، تشکری میکنم بابت پیام های زیبایتان. عزیزان دل، سپاسگزارتان هستم. شکر که هستین، شکر که با من هستید، شکر که من هستم با شما هستم. زنده و سرحال باشید. نازنینا، امروز در خدمت شما هستم با داستان دیگری از زن افغان در ایران. امروز داستان زن افغان را براتون قصه میکنم که ببینید چی روزهایی را دیده و فعلا در کجا زندگی میکنه و چی کار میکنه. خوب عزیزان، بعد از اینکه افغانستان سقوط کرد، مردم بسیار آواره شدن، هر جای تید و پاشان شدن، از دست طالبان وحشی گریختن، رفتن پاکستان و آمدن ایران و از طریق ایران از مرز ترکیه گذشتن و رفتن ترکیه. خیلی ها از طریق پاکستان رفتن هند. از روح‌های پرخوف و خطر خودشان را در هند رساندن. خیلی ها هنوز هم در ما افغانستان هست. خب عزیزان دل، بیاین طالب را اعلام کنیم. طالبان پاکستانی یا بگویم همو وحشی هایی که افغانستان از سال 1400 سال پیش برده، خداوند نابودشان کنه، هر کدامشان یک مرض ناعلاج بگیرد که افغانستان آرام شود. اگر نسل اینا منقلید شوند از روی زمین، همین مجاهدینی وحشی، مجاهدینی غول، مجاهدینی بسواد، افغانستان آرام میشه. نسل بشکه زرد یا بگویم نسل کوههای پاکستان که از کوها بر آمدن، از همو غارا، از کتاب ها شنیدن که پیغمبر ها از غارا برشان وحی می آمده، اینا خودشان همونا حساب میکنن، همونا خیال میکنن. من توهین نمیکنم، حالا دوباره پاچه مرا نگیرین که. خب عزیزان، بیاین سر قصه داستان خواهر ما رو میکنیم از ایران. خب هرچی بکنم من از حقیقت دیر نمیشه، میگن و باری بسیار جلوی خودم میگیرم که شما عزیزان از دستم ناراحت نشین. من میفهمم خیلی هایتان خب مسلمان های بسیار خاصی هستین، از من ناراحت نشین، ولی من چیکار کنم، جلوی همی زبانی راستگوی من نمیتونم بگیرم. خب میرم طرف داستان، بیاین دو نزنیم. بیایی که بریم به ایران. ملا محمد جان، حالا میریم به ایران. ملا محمد جان، سیل گل لاله‌زار، واوا دلبر جان، سیل میدان آزادی، واوا دلبر جان. ما مزار در افغانستان داریم، میدان آزادی ایران در ایران داریم. او میدان آزادی یک زمانی میدان شاهنشاهی بوده، او را ایرانی ها نمیگم، این همی ملا ایران خراب کرده و میدان آزادی مانده نامشه. ایران قرار آزاد بوده پیش از اینکه ملا ها بیایه، مثل افغانستان قدیم بسیار آزاد بود، ولی ملا ها میگه ما آزاد کردیم. نمیدونم، نمیفهم چی را آزاد کردن اینا در ایران و چی را همین ملا ها در افغانستان آزاد کردن. اونجا مجاهدینی دین آمده و اینجا مجاهدینی دین. پاسبان های دین. خب عزیزان، بیاین سر داستان میریم. خواهری عزیز ما داستان شفرستاده، سلام خواهر سارا، امیدوار هستم خوب باشی.
هر جای دنیا هستی خواهر جان، صدای زنهای افغان هستیم. من یکی از صدای زنهای افغان هستم که فراموش شدیم. شوهر من در افغانستان یک کماندان بسیار، یک جنرال بسیار کلان بود در افغانستان که سالها بود خدمت کرده بود. خب جنرال ها زیاد در افغانستان خدمت کردن، واقعا اینا دوزی نمیتانسته، میتانسته ولی از امی ترافیک مرافیک زیاد دوزی میکردن، از امی موترا و بارا و اینا را همی کلان های پولیس دوزی میکردن. خب حال داستان خواهر ما را میگم، کار بشویش ندارم. ما هرچی در افغانستان هرچی خدمتگزار بوده دوز بوده، به خاطر همون میگم لا دوز، پولیس دوز، قوای امنیت دوز، رئیس جمهور ما دوز، شاروال ما دوز، والی ما دوز، دکتر ما دوز، انجینیر ما دوز. در یک کشوری که کلشان دوز باشه، خوب معلوم است که چوپان و بیسواد میای اونجا حکومت میکنه. چوپان چوب گرفته یاله، او قلم نداره، قلم بدیستا فرار کرده، حالا چوپان چوب گرفته. اگه کسی دوزی کنه کار ده میگیره، اگه کسی نافرمانی کنه اونم چوب تجاوز. خب من نمیفهمم، هر کاری که میکنم شما بر ما بگوید، من نمیتونم جلو خود بگیرم، چون ده وطن ما هم سهمی دارم سهمی دارم ده وطن، ولی چی بگویم دیگه، جلو من نمیتونم بگیرم، دلم میسوزه به حال وطن. وطن بر ما وطن نشد. خب خواهر سارا شوهرم یک قماندان بود. ما زمانی پیش از اینکه امریکا بیای افغانستان رو بگیره، ما رفته بودیم در هند زندگی میکردیم. پیش از او شوهر اینا، یعنی او زمان قماندان بوده، که طالبا که آمده، طالبای اول اینا رفتن هندوستان. دو سال اینا در هند بودن که افغانستان جمهوریت میشه و اینا همی فورا برمیگرده و میای همون پوست خوده که قبلا داشته، همون پوست پس برش داده میشه و شروع میکنه به کار کردن. 20 سال شوهرم در افغانستان خدمت کرد. بعد از این، پیش از او هم که یک قماندان بود، بابش هم قماندان بود، پدر کلانش هم قماندان بود، بعد هم این شوهر من دوباره قماندان شد. زمانی که افغانستان سقوط کرد، ما در افغانستان در کابل خانه بسیار خوب داشتیم، خانه آنچنانی. پول داشتیم، پیسه داشتیم، کلش در بانک کابل بود که ما افغانستان که سقوط کرد در کابل ماندیم. و او پولا قلف شد، دیگه کس برای ما پیسه نداد. می رفتیم روزا در صف پول می ششتیم، در صف بانک $100 $200 داده می شد. بعد که طالبا فشار آورد که ما هرچی که نفر دولت بودم می گیریم و می کشیم، یعنی بگیرین خانه در خانه تلاشی کنیم، شوهر من از خانه گریخت و شبانه خودش را در ایران رساند و بالاخره ایران رفت. ایران رفت و بر ما زنگ زد که ما در ایران رسیدیم صحیح و سالم، ولی شما از کابل نبرایید، با زن و اولاد کار ندارم، من یک عروس دارم و یک داماد. برادرای شوهر ما قبلا بر آمده بودن در ترکیه، هر کدامشان بر خود خانه خریده بود، ولی ما نرفتیم. شوهر ما میگفت من نمیرم. شوهرم در این پسان یک زن هم کرده بود، زن جوانی بسیار دخترک گرفته بود در سر من، ولی من مخالفت نکردم، گفتم خب مرد هستم، یک مرد مسلمان میتونه هر چقدر زن بگیرم، مخالفت نکردم. و زنی نوزی یک بچگک به دنیا آورد و که با همو چی میگیم، با اتفاق و که بین خودشان گپ زد و ای گفت من با برادرم مرا روان کن ترکیه، زمانی که یعنی او وقت که هنوز دولت سقوط نکرده بود، مرا روان کن ترکیه و برای من خانه بخر اونجا و مرا در اونجا ساکن کن، گاه گاهی بیا اونجا گاهی اینجا باش، که اگر افغانستان ناامن شد تو هم بیا در ترکیه. خواهر سارا ای را برد در ترکیه، براش خانه خرید و یک کتیه تفلش رفت ترکیه.
بعد از یک سال که افغانستان سقوط کرد و او در ترکیه ماند و من در کابل و خودی ایران رفت. ایران رفت و من ماندم با خانه و عروس و داماد و بچه که بچه ما از افغانستان گریخت و بسیار وضعیت ناامن شد. ای رفت طرف پاکستان، عروس ماند پیش من. بچه رفت پاکستان، در پاکستان نتانست دوام بیاره، از طرف پاکستان یام رفت ایران، چون فهمید که بابش ایران است و یام رفت ایران. و شوهر ما برای من زنگ زد و که اولی را در سودا بان و دکان داشتیم کل شب بفروش و بیاد تون با اولادا ایران پاسپورت تدرست کن. من بسیار در مشکلات تانستم پاسپورت درست کنم، ولی اولی را طالبا سودا کردن نمان. وقتی طالبا فهمید که ما شوهرم فرار کرده، خب خبر داشتن که شوهر ما در دولت بود. طالبا آمدن گفت یا درون خانه میشینی و یا که ما اگر شما از خانه برای این مخانه رو میگیریم، ما نمیمانیم که سودا کنی. من دیگه چاره نداشتم، من در خانه شیشتم، همیشه میامدن خبر میگرفتن. و من اولی را در فروش مانده بودم، در هر کس کسایی که خارج از افغانستان بود میگفتم من خانه من مفرشم. در اینا نگفته بودم که خانه را طالبا گفته اگر خانه را ایلا کنین ما میگیریم. خلاصه من خانه را در یکی از قومای ما که در پاکستان بود در او فروختم و قول و قرار در خانه قرار داد و تمام چیز نوشته کردم دور از چشم طالبا و من پیسه را گرفتم و برامدم. ولی دوکان در سودا کردن نماند و پیسه های ما در بام قلف شده بود. من از خانه برامدم، خودم مقصد کتی اولادایم و عروسم و دخترم و دامادم ما خود در ایراد رساندیم که کسی خانه را گرفته بود زنگ زد و بر ما که طالبا ما را گرفته و آمدن درون خانه در آمدن و خانه را گرفته و ما پس پیسه ما میخواییم. من دیگه تلفن گل کردم و دیگه چاره نداشتم، راهی نداشتم که ما برای زو گفتم که نه دیگه ما نیستیم. خواهر سارا ما آمدیم ایران و خب خلاصه ما در یک از شهرهای ایران فعلا زندگی میکنیم. وقتی ما آمدیم ایران و این مردکر که طالب از خانه میکشه و این از قومی ما، این میفهمید که شوهرم ایران است. ما برایش گفته بودم، یعنی تقریبا میشد نواسه کاکا میشد با شوهرم. این آمد دنبال ما با مدارک و دیگر آمد ایران که پیسه مرا پس بدیم. شما میفهمیدین که طالبا براتان گفته که خانه را نمیتونید سودا کنین، خانه مال بیت المال است، بیت المال کلش در ملا میرسد، صاحب خانه نمیرسد. و خواهر سارا ما مردکه بسیار کش کرد، در دولت رفت و دیگر کرد، خب بالاخره دستش نرسید. و من بر از اینا گفتم برادر او پول خرج شده، او پول هر طرف هر طرف شد، گم شد، دیگه شد. خب واقعا هم گم شد. ما خانه گرفتیم، لوازم خانه خریدیم، مصرف کردیم، یک مقدار برزی دادم، گفتم من دختر جوان دارم، بیاین دختر جوان من رو بر بچه تان بگیرین. و اینا اول قبول نکردن. بعدن رفتن پاکستان و دوباره برگشت که دختر بر ما بتیم، ما دختر میگیریم. و دختر دو پایش در یک بود کرد که من شویی نمی کنم، پول هر کدامتان مصرف کرده نیالی، من دختر 14 ساله می خواهیم مرده ای بدهی، من شویی نمی کنم. کشکش ما آخر سارا شروع شد. حیران به خدا ماندم که چی کنم. مردکه خانه نشین شده، مردکه سیکریت می کشه، در خانه هست مثل مریضا. ما 2.5 سال است که در ایران هستیم. زندگی ما از دست این مرد شوی ما هم شو است و روز ما هم شو است. و اینا هم 24 ساعت می آین در خانه ما، یک ماه انداختگی هستن و 2 ماه افتادگی هستن و که پول ما رو بدهیم. و این دخترم شویی نمی کنم. هر کاری کردم دخترم راضی نشد که شوهر کنم. گفت اگر من رو در اینا بدهیم من فرار می کنم، من شویی نمی کنم، میرم. من جای قرص اگر شوی کنم مادر من روز من رسیا میکنم. اولادا این بسیار اولادای هوشیار است. یک بابشان که بیسور بود، بیسور است و که رفت یک عالمه پیسه را دو زن در ترکیه خانه خرید. و خب یالی داستان برتان قصه میکنم خواهر سارا.
زندگی ما بسیار خراب است. یعنی وضعیت روزگار ما بسیار سخت است. بچه ما بار بار تلاش کرده که خود ترکیه برسانه تا مرز ترکیه را رفته و پس برگشتانده شده. تقریبا ماهی پیش خبر شدیم که خانه ترکیه را سودا کرده، زن مردکه با یک مرد دیگر رفته خود اروپا کشیده. اروپا رفته. کسی برش زنگ زد که خانه تو سودا کرده زن تو و پول خانه را گرفته با یک مرد دیگر رفته ترکیه با برادرش و با فامیلش. خواستم برات بگویم خواهر سارا، زندگیم تباه شد اول تا آخر از دست این مردکه. پیر شدیم، یعنی قدر وضعیت و ممیال خراب است که ببینین نه بچه ده گفتم میکنه نه دختر. دختر خاندارم هم ده پیش ما از شوهرش فرار کرده، چون یک بار دو بار جنگ کرد کت دختر و ما پشتی دختر کردیم، یال خانه رو ایلا کرده فرار کرده. خواستم برات بگویم خواهر سارا، اینمی مردای افغان هر جای دنیا هستن، خداوند اینا را یا عقل بده یا اینا را نابود کنه. زندگی مرا ایسیا کرده مردکه، من فعلا در ایران هستم و نمیفهمم چی کنم و چی نکنم. دختر جوانم چند روز پیش بر من گفت مادر من نمیخوام که تو مرا سودا کنی، پیسه مرا در اینا بده. من در پیش تو هستم تا روزی که قبول کنی که من در کس دشوی نمیدی. اگر من بفهمم که مرا دشوی میدی، من امروز اول از خانه با یگان ایرانی میگرزم یا با افغان میگرزم فرار کرده میرم. خواستم برات بگویم خواهر سارا، سایه سیاهی طالب در افغانستان آمد در بدر ما کرد، کل ما در بدر شدیم، نیمه تنها. اینقدر افغان ها آمده در ایران هستن که کلشان دو سال میشه آمده، سه سال میشه آمده، یک و نیم سال میشه آمده، یک سال میشه آمده، خیشای ما زیاد آمده. من خودم تاجک تبار هستم، اصلیت پدر و مادرم از پنجشیر است، ولی ما در کابل در دنیا آمدیم و در کابل کلان شدیم. حیران ماندیم چی کنم با چی کار کنم. یک خانه را ما اینجا که آمدیم خانه را گرو کردیم. او خانه را در سر ما هر سال گروی او را بسیار در قیمت بالا در سرش پیسه میاره صاحب خانه. نمیتانم هم با جای دیگه برم. اولادای ما در مکتب ماندیم، نواسه ما دو تا نواسگک دارم، دو تایش در مکتب ماندیم، بسیار در پیسه کلان اینا مکتب میره میایه، اگر پیسه نتون در مکتب نمیمانه. و این مردکه شب و روز در خانه است، بیخی شل شده. پیرم که هست از من کرده زیاد پیرد، شل شده و ایران ماندیم چی کنم. میره هیچ نمیتانم میره تحمل کنم. او زنش که آنه شیر واری قرار خودا کشید رفت اروپا، پیسه خانه را گرفت و پیسه همه چیز را گرفت رفت و ما ماندیم با این دربدر و دیوانه. بعضی وقتا قدر زورم میتم میگم زندگی من در پایی خاک کردم، در سرم زن گرفت، هیچ چیز نگفتم، ولی لاششم در سر من افتاد که من باید لاش از این جمع کنم و تا روزی که زنده هست من باید چه گوچه تلیه را جمع کنم. من میفهمم که برای خود من و اولاد من، نه برای پدر اولاد من پدری کرد و نه برای من شویی. اگه یک شوهر خوب بودی امروز من قدر در بدر و آواره نبودم. وقتی که برای اون زنش رفت خانه گرفت برای زن نوش، من گفتم مارم ببر برای ما هم یک خانه بگیر. طرف مدید گفت تو چی میکنی رفته ترکیه؟ خب بیشه همینجا جمع که اولادای تا، حتی بچه من نمان که بچه من برا ترکیه برش خانه بگیره، یا بچه من که زنش بو برای او دختر من. ولی ببینی حال فعلا مرده و زنده زیر ما جمع میکنیم. خواستم برات بگویم خواهر سارا، یعنی می زنای افغان که تحمل کرده ششتن همیشه باختن، همیشه زندگی رو اینا باختن. من هیچ چیز ندارم، یک مقدار پیسه مردک که از خانه گرفتم آمدیم اینجا، کلش در پیش مردک ماندم. چرس و کباب و شراب و دیگه و دیگه خورده رو سبگار خواستد خانه. من هرچی که کم میارم تلا سودا میکنم، تلاهای خودم سودا کردیم، از دخترم سودا کردیم، از آروس ما سودا کردیم. حیران ماندیم چی کنم، بچه ما هم دیوانه شده، خودم هم دیوانه شدیم، دخترم هم دیوانه شده، ای دیوانه رو جمع کرده شدیم. خواستم امروز بگویم خواهر سارا، وقتی داستانای زنای افغان رو میبینم میشنوم،
یعنی حقیقت زندگی افغانا رو تو در تصویر کشیده خواهر من. اینمی چیزایی که تو تعریف میکنی کلش اتفاق افتاده. من زنی را میشناسم که در کابل وضعیتش بسیار خوب بود و امروز زنی را دیدیم در ایران که همو زن. خواهر سارا میره در کشاورزی کار میکنه. مردکه در خانه خواه است و زنش میره کشاورزی کار میکنه. نان میاره بر از اینا اینا میخوره. یعنی وضعیتش قدر خراب است که یک وقتی ما یکی دیگه خیرات داریم میبریم در خانه اینا. ولی اونمو شویی در حالی که میره کارم میکنه دو دشنام میره میده. یک ذره دیرتر بیایه حالش میگیره که تا حالا کجا بودی؟ چرا قدیر کردی؟ در حالی که زن کار میکنه. اینمی مردای افغان دور از جان، دور از خوبایشان، اینا قدر وحشی و قدر اینا بی خدا هستن، خدا نشناس هستن. نام از اینا مسلمان است، اینا مسلمان نیستن خواهر سارا. اونما هر چی که تو میگی اونم اینا را راست میگی، اینا یکشان آدم نیستن. من امروز خواستم داستان زندگی ما براتون روان کنم. یک عمر در پای مرد خود پیر کردم، خود ما اولاد ما و اولاد ما، من 5 اولاد دارم. دختری 14 ساله دارم در خانه، دختری بسیار زیبا و مقبول است. ولی میگه اگر کسی خواستگار بر ما بیایه بخوای مرا در شوی بتی، من از خانه ما گریزم. حیران ماندیم چی کنم. و این مردکه شب و روز در این خانه تنگ تنگ و خورد خورد ایران که خانه خانه است دیگه، شب و روزی را تحمل میکنم. ولی زدگاه پول و زندگی را زنش گرفته رفت اروپا، ما ماندیم با ای در ایران. خواهر سارا تو صدای ما هستی، لطفا امی داستان نشر کو که زن امی بشنوه و قوم و فامیل امی بشنوه که بر من دستر من قگب نزنه. کسایی که میگه خانه را سودا کرد و ایران رفت و پیسای مردم خورد در ایران خو کردم. پیسا را من نخوردیم، پیسا را اینمی مرده که پیر خر خورده و خواه است در ایران و زندگی مرا خاک کرد و عمر مرا میخورد. خب عزیزان دل، داستانی خواهر ما را شنیدید که روزگار بسیار سختی داره و زنی قماندانی بسیار کلانی زمان جمهوریت بودن. خوب از این قماندان ها زیاد بودن و زیادترشان تاجکستان رفتن و زیادترشان ازبکستان رفتن و کمترینشان ایران رفتن. شما خبر دارین که هرچی قماندان بوده یا پشتون بودن یا تاجک، یکی دوتا و یکی نیمی که مهزاره بوده یا همون جمانده کشته شدن یا هم که نمیفهم کجا شدن. ولی هرچی بودن، پشتون بودن و تاجیک بودن که برآمدن از افغانستان و این خواهر بیچاره و مظلوم ما فعلا در ایران است. روزگارش شنیدین و دیدین. امیدوار هستم کسی از قوم و خیش اینا که در اروپا هستن و صدایشان را میشنون و احساس همدردی با این خواهر ما میکنن یک وقت سرشان بد نخورم که من گفتم اینا تاجیک تبار هستن، چون خودش گفتم من تاجیک تبار هستم. خب عزیزان دل، داستان شنیدید. امیدوار هستم نظریات خودتان در کامنت نوشته کنید. از این خانه هایی که میگه در سودا مانده بوده، میگه زیادترینش را طالبا گرفتن. من نمیفهمم که طالبا اینا را برای چی گرفتن. برای طالبا خو طالبا هم در خانه زندگی میکنن، حال در بین شهر که نمیشه اینا چادر بزنن، در کوه و کمر چادر میزده، خوب نمیشه که در شهر همینا چادر بزنه. یک داستانی بر من فرستاده بودن. البته عزیزان دل بسیار ناراحت از این هستن که میگن کلگی نام ما را دوز مانده که پول ما را دوزی کردن و خانه را از ما طالبا گرفت. خب مقصر اصلی اینا نیستن، اینا خانه را سودا کردن. حالا اونایی که گفته که ما خانه را خریدیم طالبا از ما پس گرفته، اونا میفهم او کارشان. خواهر ما گفته که ما دوست نیستیم، من خانه رو سودا کرده بودم و فعلا پول ندارم برای ازنا بیتم. اگر یک روزی طالبا به درک واصل شوه، من پول اینا رو پس میتم. خب ما خانه رو میگیریم و خانه رو در اینا میتیم. خانه از اینا هستن، سند و همه چیز که در دست اینا هستن. تمام سال که طالب نمیتونه در افغانستان بانه، خب ما مطمئن هستیم طالب بالاخره دوباره گم میشه.
خب عزیزان دل، داستان شنیدید، نظریات خودتان در کامنت نوشته کنید، فقط نوشته کنید خداوند در چه زودتر سایه سیاهی مجاهدی دین از افغانستان گم کنه. امیدوار هستم عزیزان دل داستان رو گوش کنید و نظریات خوبتان در کامنت نوشته کنید. کسانی که مثل اینا از افغانستان زمانی که طالب آمده افغانستان گرفته و در بدر آواره شدن، عزیزان نظریات خودتان در کامنت نوشته کنید. خداوند یار و نگهداری همه شما.